من این حسین موسوی به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم. آمدم تا کرامت انسانها را پاس ببرم. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم. آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا با تنش زدایی روابط بهتری میان کشورمان ایران و جهان برقرار کنم. آمدم تا همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد، پیشرفته و سربلند. آمدم تا به صورت صریح و روشن از تولید ملی پشتیبانی کنم. آمدم تا اشتغال را دغدغه هر روزه دولت قرار دهم. آمدم تا حامی مستضعفان باشم، آنانی که فشار تورم قامتشان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزتشان را نشانه رفته است. آمدم تا با تشکیل دولتی فرهنگی مدافع فرهنگی غیر دولتی و غیر دستوری باشم. امیدوارم نتیجه فعالیت‌های آتی که به مدد همه شایستگان کشور از زنان و مردان و از تمامی گرایش‌ها، اقشار، اقوام و مذاهب و ادیان حاصل خواهد شد، پاسخی مناسب به اعتماد کسانی باشد که این جانب را در خور حمایت یافتند. اطمینان دارم که ملت شریف ایران هوشمندانه تحولات کشور را دنبال می‌کند. مادر من، سلام. چند روزی از تولد 24 سالگی سهراب امان می گذرد. پنجمین سالی بود که تولد سهراب امان بدون حضورش برگزار شد و چهارمین سالی است که از وطنم دورم. هدیه کوچکی دارم برای تو، برای سهراب، برای میر دربندمان، برای دختران آفتاب، برای تمام مادران سرزمینم و تمام برادران و خواهران شهیدم. به بهانه این هدیه کوچک درد و دلی کوتاه دارم. مادرم، روزهایی را به خاطر می آورم که علاوه بر غم از دست دادن سهراب، مجبور به تحمل غم دوری از وطن و خانواده بودم. روزهایی که پر از خشم بودم. در آن روزها یگانه تسلی من در قربت به یاد آوردن حرفایت بود. قبل از ترک ایران بارها مرا به آمدن روزهای خوب امیدوار می‌کرد. اطمینان می‌دادی که ظلم پایدار نخواهد بود. می‌گفتی آرامش قطعاً به زندگی ما باز خواهد گشت و سهراب تنهای ما نخواهد گذاشت. و همان بذر امیدی که در دلم نسبت به آمدن روزهای خوب کاشتی، تحمل دلتنگی و حتی تحقیر و توهین‌ها را برایم آسان‌تر می‌کرد. گفتنی زیاد است مادر من. هدفم این بود که با این هدیه کوچک باور عمیقم را به حرفهایت ثابت کنم. در پایان تو را دعوت می کنم که این نماهنگ را ببینی و بار دیگر این تحفه ناقابل را به تو و همه مادران ایران زمین، به برادرم سهراب، به میر دربندمان و بانو و شیخ مهدی عزیز، به تمام شهیدان و تمام اسیران سبزمان تقدیم می کنم. سر عاشقان سلامت. سهیل عرابی.
شانت رو دوباره سبز بندازی، دلم دلتنگ حرفاته که فردامونو میسازی، دلت لبریز از خونه ولی مردونه ایستادی، بریدن پا تو از خونه نمیدونم نیفتادی، نمیدونم تو زندون هم نکم میشی نمیمیری، هنوزم دست بانو رو بلند و سبز میگیری، دلم از دستشون خونه همونایی که بیرحمن، از آزادی چه میدونم فقط با تو ما میفهمم.